این چیز دیگه این بندازش کمرم یه مقدار درد بندازش کمرم میخوام بشینم سه دو یک به نام خدا مهندس مهدی روحی هستم از آموزشگاه آساتیم امروز با معرفی دوره فول سخت افزار مخصوص همکاران در خدمتتون هستیم خب با انرژی شروع کردیم بس دیگه آقا این دوره فول سخت افزار مخصوص همکاران که داریم میگین چی هستن و به چه دردی میخوره؟ خب اسمش روشه دیگه مخصوص همکاراست که دارن کار میکنن و میخوان Hi, my name is Samira and I'm a product specialist at YouTube. For many creators, turning their passion into revenue is an important aspect of the YouTube platform. I'm here to explain how چه دیگه مخصوص همکاراست که دارن کار میکنن و میخوان تو کار خبره بشن از لحاظ ایبیابی، از لحاظ گوشی های خاموش، از لحاظ گوشی که نقشه ندارن، مسیجشون تو اینترنت نیست. این دوره رو شرکت میکنن و به دردشون میخوره. حالا میخوایم بریم سراغ معرفیش. تو این دوره اول از همه یاد میگیریم که الکترونیک کاربردی چی هست. الکترونیک کاربردی با الکترونیک دانشگاهی متفاوته و توی الکترونیک دانشگاهی بیشتر به درد واحد پاس کردن میخوره، اما این الکترونیک کاربردی دیگه اسمش روشه دیگه، یعنی الکترونیک روز دنیا بهتون آموزش داده میشه. بعد از اون نقشه خونی رو یاد میگیرید. نقشه خونی که ما مد نظرمونه با نقشه خونی که الان تو سایت های مختلف باب شده کاملا متفاوته. خیلی ها نقشه خونی رو این میگن که نقشه رو باز کنی بگی آقا این قطعه رفت به یه دیود، رفت به یه مقاومت و رفت به یه آی سی، این میشه نقشه خونی. اسم این مسیریابیه نه نقشه خونی. نقشه خونی یعنی این که ما یه نقشه رو که باز میکنیم کامل بتونیم ابعاد اون نقشه رو تحلیل کنیم، بفهمیم این نقشه داره چی کار میکنه، نه اینکه فقط یه کلیاتی ازش بفهمیم که چند تا مسیر رو در بیاریم. پس نقشه خونی با مسیریابی از دید ما کامل متفاوته و این نقشه خونی که داریم میگیم وقتی که شما کامل یادش میگیرید اصلا مربوط به موبایل نمیشه، چون الکترونیک کاربردی و نقشه خونی که یاد میگیرید جامعه این دوره که داریم میگیم مربوط به سخت افزار اندرویده، ولی شما بعد از اون میتونی اگه دلت بخواد مانیتور نمیدونم خونت و LCD خونت رو بخوای تعمیر کنی، برد پکیج آب گرم کنه خونه میتونه باشه، مثلا این کاری که اتفاق افتاده و حتی ECU ماشینت، مثلا واسه خودم این اتفاق افتاد، ECU ماشینم مشکل خورد و اصلا این که ما وارد عرصه خودرو هم شدیم استارتش از اونجا خورد که کسی نتونست درستش کنه و من مجبور شدم خودم برم نقشه‌هاش رو یکی یکی دانلود کنم و بگیرم و شروع کنم ابیابی کردن اون. پس یعنی الکترونیک و نقشه خونیش منحوت به فقط یه برد نیست. منظورم از نقشه خونی پس به این شکله و این حد از نقشه خونی رو بهتون آموزش میدیم که مثلا شما میخوای بدونی که ما یه عکس رو که از توی کامپیوتر کپی میکنیم یا یه آهنگ رو که کپی میکنیم داریم میریزیمش تو گوشیمون، این داره از طریق یک کابل USB آهنگ رد میشه. خب این آهنگ چطوری از توی این کابل USB رد شد؟ ما ولتاژ رو کامل درکش کردیم قبلا، جریان رو درک کردیم. یعنی مثلا شما بهت میگن ولتاژ 5 ولت با ولتاژ مثلا 1 ولتی چه تفاوتی داره، شاید نتونی بیانش کنی اما کامل درکش کردی که این تفاوتش چیه. یا وقتی میگیم منبع تغذیه 1 آمپر یا منبع تغذیه 3 آمپر، اینو الان شما که همکاری میدونی، اما وقتی که داریم در مورد انتقال داده صحبت میکنیم داده واسه ما گنگه. یا در مورد فرکانس هممون تعریفش رو میدونیم، اما اینکه فرکانس مثل اون ولتاژی بفهمیم چطور داره جابجا میشه، چه کاری داره انجام میده، آیا واقعا اینم مثل اون ولتاژی به همون روونی میفهمیمش؟ پس اینها رو یاد میگیریم، اینا همش در کنار هم دیگه میشه نقشه خونی. بعد نقشه خونی میخوایم بریم سراغ مهندسی معکوس. مهندسی معکوس چیه؟ خب واسه شما خیلی وقتا به وجود اومده که مثلا یه گوشی رو میخوای ازش میگردی دنبال نقشش تو اینترنت، نقشش گیرت نمیاد، مثلا مشتری آورده میکروفونش کار نمیکنه، مثلا آورده اسپیکرش کار نمیکنه و تو اینترنت میزنی مثلا مسیر میکروفون فلان، مسیر اسپیکر فلان، میبینی هیچی ازش نیست، هیچ نقشه هم ازش نیست. تو این حالت میگی دیگه آقا جمعش کنیم دیگه، جمعش میکنی تحویل مشتریش میدی. اما با مهندسی معکوس یاد میگیری نقشه اون قسمت خراب رو خودت توی ذهنت یا روی کاغذ بکشی و وقتی که کشیدی شروع میکنی ایبیابی کردنش. مهندسی معکوس به این درد میخوره. حالا یه نمونه شو مثلا A720F مثلا نقشه کپسول گوشیش یا نقشه همون RCV کپسول گوشی بازر بالا،
چون اسمش متفاوته توی هر قوم و دیاری و اصلا از اسم بین‌المللی استفاده نمی‌کنیم، اسم بین‌المللیش RCVه یا همون ریسیور. این قطعه خراب شده بود و ما عوضش کردیم، ولی بازم صدا نیومد و مجبور شدیم که بخوام مسیرش رو در بیاریم، اما مسیرش اصلا توی اینترنت نبود، هر چیزی که سرچ کردیم نبود و من خودم از طریق مهندسی معکوس اومدم نقشه اینو درست کردم و بعد از اون ای بی آویش کردم و درستش کردم، تحویل مشتریش دادم، نقشه اون قسمت رو هم درست کردم و گذاشتمش رو سایت. الان اگر که شما مثلا بزنید مسیر بازر یا RCVway A710F اینو واسه تون میاره توی گوگل. این میشه مهندسی معکوسی که بهتون گفتم، یه نمونه شو فقط میخوام بهتون میگم، الان از این قبیل خیلی زیاده. حالا از بچه ها درخواست میکنم که اگر امکانش هست اینجا که من واسدادم روی این LCD کوچیکه، اگر که امکانش هست تصویر رو بندازیدش تا ببینیم. خب همونطور که خیلی ریزه، اگر که میتونی یه زحمت بکش بنداز روی این LCD بزرگه، روی این نمایشگر بزرگمون بندازش این پشت سر من تا آره خوب شد. جانم مزاحمه؟ دیده نمیشه؟ خب الان خب این طرف میام من. خب چی کار کنم الان میگی؟ بیا. خب همونطور که دارید میبینید A720F که جان چه کلاس برنامه چیه؟ آقا بریم نزدیک، دوربینو بیارید نزدیکتر تا من نزدیکتر ضبط کنم، من دیگه نمیکشم، بریم. خب همونطور که اینجا دارید میبینید بالاخره و کارگردان گرامی اجازه رو به ما دادن که بیام این طرف، دارید میبینید دیگران A720 رو داریم سرچش میکنیم اینجا و ببینید این نمونه ای که الان باز شد، الان تصویرش بزرگ شد، این نمونه که من خودم درش آوردم، الان این دیگه متصل به سایت خودمون و اگر دقت کنید توی این نتایج دیگه که الان مشخص شده هیچ چیز دیگه ای نیست، دیگه مشخصه دیگه، فقط همین یه دونه است. خب و حالا این یه نمونهش بود. یه نمونه دیگه اش که اگر میخواید ویدیو رو ببینید، من ممنون میشم اگر از دوستان که اون ویدیوی J500H رو بندازن اینجا یا حداقل لینکش رو میشه تایپش کنید، بی زحمت تایپ کنید بیاد روی این نمایشگرمون تا بتونن بچه‌ها ببینن. خب اینجا دارید میبینید الان این ویدیوی J500H ما که تو گوگل سرچش میکنید این شکلی و میاد. اینم یه نمونه مهندسی معکوسه و به شدت توصیه میکنم این ویدیو رو ببینید که خیلی 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 باحاله. یکی از مهندسی معکوسایی که خیلی بچه‌ها دوستش داشتن. من فکر نمیکردم خودم اینقدر جالب در بیاد از لحاظ دید بچه‌ها، ما دوست داشتنی بود و مهندسی معکوس رو از نزدیک میتونید ببینید که چطور انجام میشه. اینم از این بخش. در مورد رزومه کاریت هم که خیلیاتون میپرسید که آقا میشه نمونه کار بچه‌ها رو ببینید، میشه مثلا شما راهشون بدین زنگ بزنید، همشون سیکرت اطلاعات و نمیدیم هیچی رو بیرون، اما به هر حال واسه اینکه دلمون خوش باشه نگاهی کرده باشین تو سایت که وارد میشید asatimtv.com همون قسمت سمت راست که نمیخواد بندازینش ولش کن بعد الان ما رو میبره اونجا، تو قسمت سمت راست نوشته فیدبک و هنرجان، از اون قسمت هم میتونید نمونه کارای بچه‌ها رو ببینید و رضایت‌هاشون رو ببینید که چطوری راضی بودن از اون. و آقا در مرحله بعدی تفاوت تو دو دوره حضوری و غیر حضوری رو میخوام بهتون بگم. بچه‌ها میپرسن که آقا این دوره رو حضوری بیایم بهتر یاد میگیریم، یا میگن آقا ما کار باید حتما از نزدیک ببینیم، تو کار از نزدیک نبینیم نمیفهمیمش، یادش نمیگیریم. این دوره جزو دورهای عجیب غریبیه که غیر حضوریش خیلی بهتر از حضوریه. چرا؟ چون به جای اینکه ما بیایم 4 تا مطلب بگیم که فقط ساعت‌های دوره رو پر کنیم، اومدیم دیگه از بیخوبون آموزش رو داریم ضبط می‌کنیم و بهتون میدیم، یعنی ریزترین نکاتی که فکرش رو بکنید در مورد الکترونیک داریم میگیم. خب این ریز نکته‌ها نیازمند کار کردن و تمرین کردن، نه اینکه فقط شما گوشش کنی و یادش بگیری. وقتی شما اینجا بیای توی دوره حضوری 2 روز 3 روز 4 روز تایم زیادی واسه تمرین ندارید، اما تو دوره غیر حضوری تایم بیشتری واسه تمرین دارید و با توجه به بچه‌هایی که ثبت نام کردم و دارم می‌بینم که چطوری کار میکنن، خودم پیشنهادم بهتون غیر حضوریه. سوای این که حالا اگر که شک داشتید مثلا بگید آقا شاید این تبلیغ باشه چرت و پرت داره میگه،
میتونید غیر حضوری رو شرکت کنید، بعد اگر ناراضی بودید بگید آقا من ماور تفاوتش رو پرداخت میکنم. برای مثال غیر حضوریش 5 تومن و حضوریش 8 تومن، بگید من 3 تومن ماور تفاوت رو پرداخت میکنم اگر راضی نبودم و بعد حضوری بیام. اینم واسه این که هم هزینه‌اش واسهتون کمتر بشه، همین که خیالتون راحت باشه. و مورد بعدی گفتن که این آموزش ها مربوط به چه برندی میشه و تا چه سالی رو ساپورت میکنه. بچه ها آموزش پایه و اساسه، یعنی ما گذاشتیمش واسه دستگاه های اندرویدی، اما نه محدود میشه به برند HTC، لنوو، سامسونگ، هواوی، هر چی میخواد باشه و سال ساختش هم هر چی میخواد باشه، 2013، 14، 15، 16، 17، هر چی میخواد باشه. شما داری رانندگی کردن رو یاد میگیری، حالا این رانندگی که میخوای انجام بدی یا میخواد پیکان زیر پاد باشه یا بنز میخواد زیر پاد باشه، اما رانندگی همونه، اصول رانندگی همونه و همه اینها بهتون گفته میشه. بعد از این قضیه هم اشتراک بخش VIP پلاس ما رو دریافت میکنید که توی بخش VIP پلاس هر دو سه هفته یک بار آپدیت های جدیدمون رو میذاریم، شاید هم بیشتر، یه ماهی یه ماه و نیمی یه بار، بستگی داره. حالا این آپدیت های جدیدمون چیا میتونه باشه؟ سوال جواب هنرجوها ممکنه باشه که چند نفر مثلا سوالای خوب پرسیدن و دیدیم که جوابش به درد بقیه هم میخوره، اونجا میذاریمش که بقیه هم استفاده کنن. آپدیت جدید میتونه باشه، متد جدید تعمیراتی میتونه باشه، ویدیوهایی که تو یوتیوب داریم میذاریم، باز مهندسی معکوسش رو دقیقش واسه هنرجوی خودمون باز میکنیم و تو قسمت VIP پلاس میذاریم و استفاده از اون بخش هم واسه شون کاملا رایگانه و تا هر وقتی که دوست داشته باشن میتونن که از اون بخش هم استفاده کنن. در مورد بچه‌هایی هم که سوال کردن که آقا ما خودمون مثلا IC تعویض میکنیم، این هزینه دوره چقدر میشه واسه ما؟ بچه ها هزینه دوره همش همونایی که گفتیم، یعنی همش یابی و جریان کشی و گوشی و خاموش و دیگه نمیدونم نقشه خونی و یابی و همین هاست دیگه کلن. و در واقع ما اون تعویض IC Hi, my name is Samira and I'm a product specialist at YouTube. For many creators, turning their passion into revenue is an important aspect of the YouTube platform. I'm here to explain how ads work and debunk some of the myths that are floating out. بچه‌ها هزینه دوره همش همونایی که گفتیم، یعنی همش یابی و جریان کشی و گوشی خاموش و دیگه نمیدونم نقشه خونی و یابی و همین هاست دیگه کلن. و در واقع ما اون تعویض IC رو به صورت اشانتیون داریم میدیمش و برداشتن، یک دست کردن، سیم کشی زیر IC، شابلون زدن، جایگذاری کردن، این به صورت اشانتیونه و بابت این ما در واقع هزینه نمیگیریم. یعنی اگر که اینو انجام میدید هزینه واسهتون 5 تومن در میاد، اگر اینم انجام نمیدید اشانتیون شاملش میشه و باز هم هزینه واسهتون 5 تومن در میاد. این در مورد هزینش. و بچهای دیگه که نقش خونی احساس میکنن بلدن، چون اینا تو مشاوره خیلی وقتمو میگیره، گفتن دیگه اینجا به صورت ویدیو بهتون بگم، میگن آقا ما نقشه خونی رو بلدیم. نقشه خونی که از نظر ماست معیارش خیلی سنگینه با نقشه خونی که فکر میکنید نقشه خونیه. این که یه دیود، یه مقاومت، یه خازن آقا اینجای مدار قرار گرفته و مثلا اینو در میارم شورتی میفته، ما اینو بهش نقشه خونی نمیگیم یا اینو بلد بودن نمیگیمش. اگر که احساس میکنید سطحتون خیلی بالاتر از این چیزیه که ما گفتیم، خب حتما تو مشاوره‌ای که دارید از خودم میگیرید توضیح بدید که من اینا رو میدونم تا با مدیریت مجموعه صحبت کنیم و هزینه‌اش واسهتون بیاد پایین‌تر. اما در این حد که 4 تا نقشه رو بتونیم معنیش رو بفهمیم و قطعاتش رو بفهمیم و یه تست خازن و مقاومت رو برد رو بتونیم بگیریم، این شامل تخفیف باز هم نمیشه که بگید واسه ما کمتر میخوره نمیخوره، بازم همون هزینه 5 تومن آموزشگاهیش حساب میشه. و علاوه بر این خب بچه‌هایی هستن که زیادن، اگر که خودتون هم رشته تحصیلتون الکترونیک باشه یا واحدهای الکترونیک رو پاس کرده باشید بهتر میدونید که لیسانس دارن، فوق لیسانس رو دارن و وقتی که مشاوره رو میگیرن میگن آره مثلا متوجه میشن اون موقع که اصلا الکترونیک کاربردی که من دارم ازش صحبت میکنم با اونی که تو دانشگاه دارن کار میکنن کاملا متفاوت میشه و خیلی از اصطلاحاتی که ما داریم کار میکنیم اصلا بچه‌ها نشنیدنشون. واسه این نمونه کارم که بهتون گفتم از کجا استفاده کنید، البته فکر میکنم بهترین نمونه کاری که بخواید اطمینان پیدا بکنید که گفته‌های ما راسته یا نه، بهترینش کانال یوتیوبمونه یا سایت که لینکاش داره پایین واسهتون میاد و برید اینجا ویدیوها رو ببینید که اصلا فن بیان ما یا علمی که داریم طوری هست که بخواد شما رو
قانع بکنه یا نه. و در پایان واسه ابزار خیلی پرسیدین که آقا ابزار میخوایم بگیریم، چه ابزارهایی رو باید هزینه کنیم؟ توی سخت افزار ابزار خاصی نیاز نیست هزینه کنیم، خوردری زیاد داریم. ما مثلا یه پنس خاصی بخواد باشه، شابلون خاص، خمیر قلب باحالی بخواد استفاده بشه. اما اینکه مثلا بگیم فقط با هیتر 4300 باید کار کنیم، برو 13 میلیون فلان هیتر رو فقط بگیر، نه، همچین داستانی نیست که من ابزارهای عجیبی غریبی بخوام. اما بچه‌هایی هستن که میگن آقا ما نرم افزار اصلا کار نمی‌کنیم، ما فقط سخت افزار کاریم، 12 سال 13 سال من فقط سابقه سخت افزار دارم. و نرم افزار چطوره؟ نرم افزار حتما باید باشه. ببینید بعضی جاها احتیاج نرم افزار، مثلا گوشی خاموش واسه شما اومده، من میگم بزنش به کامپیوتر ببین فلان درایور رو میشناسه یا نمیشناسه. وقتی نرم افزار ندونی اینجاها رو گیر میکنی. یا مثلا میگی فلان گوشی مشکل آنتن داره، میگم این فایل رو بزن روش، مشخصات این قسمت رو از توی این فایل بخون، بعد مشخص میشه که ایراد سخت افزاری یا نرم افزاریه. بعد باز دوباره نرم افزار ندونی اینجاها رو گیر میکنی. زیاد نیست این جایی که بابت نرم افزاری گیر میکنید، اما همون جایی کمی که هست اگر گیر کنید اعصاب خردی داره. پس بهتر اینه که نرم افزار رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید، یا حداقلش اینه که بعد از اینکه این دورتون تموم شد، چه پیش خودم چه حتی خودتون میخواستید خودتون رو آپدیت کنید، نرم افزارتون هم استارتش رو بزنید. و در پایان واسه اینکه اگر که سوال خاصی داشتید، اطلاعات بیشتری میخواستید دریافت کنید، بعد عبارت مشاوره رو به شماره 0937-940-6548 زحمت بکشید پیامک کنید. پیامک هم که بکنید یه مقدار طول میکشه تا ما بخوایم تماس بگیریم. فقط التماستون میکنم، خواهش شماره منو ذخیره کنید. یعنی به هر کی ما زنگ میزنیم نمیدونم از هر 10 نفر یه نفر شما رو ذخیره میکنه، بقیه چون جواب نمیدن و وحشتناک وقتمون تلف میشه سر این قضیه. و بعد دوباره پیامک بهتون میدیم، دوباره تماس گرفته میشه خدمتتون و طول میکشه. پس سریعتر شما رو من رو ذخیره کنید که بهتر بگیره. و در انتها میخوایم یه سری سوال جواب هایی که شما عزیزان زنگ میزنید الان و میاد روی خط، میخوام مستقیما جواب بدیم و